سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به عکس متفاوت و تغییر چهره ناگهانی فرشته حسینی بعد از فرار از دست طالبان میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. فرشته حسینی بازیگر دو تابعیتی ایرانی افغانستانی و همسر نوید محمدزاده که مدت‌ها پیش ازدواج این دو بازیگر باعث حواشی زیادی شد، حالا با اتفاقات عجیب و ترسناکی در زندگیش روبرو شده. تا جایی که ماجرای فرار او از دست طالبان هم در نوع خودش عجیب بود. فرشته حسینی که با نوید محمدزاده در جشنواره شرکت کرده بودند و حواشی بوسه عاشقانه این دو بازیگر مدت‌ها سوژه رسانه‌ها شده بود، حالا با این خاطره درباره حمله طالبان و فرار او و خانواده‌اش به ایران رو تعریف کرده و گفته من فقط یک بار افغانستان بودم، چون ایران به دنیا اومدم، اونم رفتم برای یک سری کارا. مامانم اینا از جنگ فرار کردن اومدن ایران، اما این دفعه چون بزرگ شدم و طالبان حمله کردن قشنگ حس کردم خیلی منو به هم ریخت، چون من یه سری دوست داشتم که زندگیشون در خطر بود. یادم مامانم تعریف میکرد با اینکه خیلی از باباش خجالت میکشید، اما تو دوران جنگ مجبور بوده کنار بابا بزرگم بخوابه، چون مامانم قشنگ بوده میترسیده بدزدنش. واسه همون فرار میکنن پاکستان، بعد میان ایران. وقتی مامانم برام تعریف میکرد شبیه قصه بود. خروج و ورود مردم، تصویر عادی در همه ی کشورهای جهانه. اما وقتی موج خروج بی بازگشت مردم شدت میگیره، دیگه عادی نیست و باید اون رو فرار اسم گذاشت. دلیل اصلی فرار مردم بحث بر سر بدیهیات در کشوره. وقتی شما مجبور باشید در کشوری زندگی کنید که از صبح تا شب باید بر سر بدیهات بحث و جدل کنید و برای کسب اونها سختی بکشید و در آخر اون رو به دست نمیارید، یا اگه هم به دست بیارید به دشواری باشه، فرار میشه یک گزینه خلاص از این شرایط. در این وضعیت مردم به جای زندگی عادی مشغول بحث و جدل بر سر بدیهات میشن. او همچنین در ادامه این متن رو منتشر کرد و نوشت بله، ما در کشورمون جنگ داشتیم. بله، وضعیت اقتصادیمون اسفباره. بله، کشورمون ویرانه شده، اما هنوز امید و انرژی داریم. بله، الان طالبان هست، قبلا کسانی دیگر بودند، بعدتر هم باز قاتلان و جاهلانی خواهند بود برای تبانی نسل ها، اما روزی همه چیز به پایان میرسد. آن روز برای همه ما نزدیک است. زنان حق تحصیل دارند، زنان حق تصمیم دارند، زنان حق آزادی دارند، زنان حق زندگی دارند. فرشته حسینی در ادامه با انتشار این متن تلخ نوشته از به دست طالبان افتادن کشوری تا فراری دادن تمام قشری که در حال رشد دادن فرهنگ و هنر بودند در افغانستان، که تعداد زیادی از اونها دوستانم بودند، با تمام سختی هایی که مقابلشان بود، تا کشته شدن انسان های بیگناه زیادی و باز هم کشته شدن زنان و مردان و کودکان بیگناه به دلیل هزاره بودنشان، یکی از اقوام افغانستان تا سرکوب زنان و منع کردن آنها از تحصیل و حضور در جامعه و زندانی کردن آنها در برقه یا پوشش اجباری طالبان برای زنان افغانستان و خانه هایشان و سیری از اتفاقات وحشتناک، همه و همه در مدتی کوتاه و سکوت همه در برابر تمام جنایاتی که در افغانستان در حال رخ دادن بوده و هست در سالیان دراز، و ما نسلی که گیج شده ایم در تمام این اتفاقات، نسلی که درگیر بوده ایم از بد و تولد با مشکلاتی که تمام جهان می دانند، و همین که دست بر نمی داریم از زندگی کردن و تلاش و ندیده گرفتن تحقیرها برای ملیت و جنگیدن برای رشد و به گوش دنیا رساندن صدایمان نشان از قدرت ماست. و تمام اینها که شاید مثل همیشه فقط مرثیه خوانی باشد برای گوش‌های ناشنوا، و حالا در 25 سالگیم همه چیز را می‌بینم، اما انگار چیزهایی از کار افتادند در من، زبانم، گوش‌هایم، اما در سینه‌ام درد را می‌فهمم، در سینه‌ام آشوب را می‌فهمم. و حالا دختران مدرسه‌ای مسموم شده را می‌بینم و گیجم، دوباره گیجم، اما درد را در سینه‌ام می‌فهمم، مثل همیشه، مثل همه این سال‌ها تا سن اکنونم، و شاید این درد روزی تمام شود.
فرشته حسینی مدت ها پیش با حمایت از مردم در خیزش سراسری این متن رو منتشر کرده بود و نوشته بود: در این روزهای آشفته بارها در خود شکستم، بارها همه چیز را در سرم گذراندم، بارها ترسیدم، بارها به مادر مهسا فکر کردم، خشمگینم، این خشم سالهاست در وجود من است، سالهاست احساس تحقیر و از دست دادن مردم و کشورم را با خود دارم، سالهاست کشته شدن دختران سرزمینم را نظاره کردم و کاری از دستم بر نیامده و در خود شکستم و حالا انگار تکرار دوباره درد، تکرار دوباره ظلم. ما کنار همیم، از دست داده ایم، همه از دست داده ایم. من کنار دختران سرزمینم می ایستم، من کنار دختران سرزمینم می ایستم. در هر دو دیار کشته شدگان برجا مانده اند، چه بر سر ما می آید در این نقطه از زمین؟ چند فرخنده، چند مهسا باید کشته شوند؟ تا کی باید سکوت کرد؟ چرا رنج در این نقطه از زمین بی پایان است؟ چرا می میریم دائم؟ چرا می کشیم دائم؟ کنار کسانی هستم که درد مهسا شکستشان کرده، کسانی که تصویر مادر پدر مهسا قلبشان را به درد آورده. کنار زنانی هستم که در افغانستان شلاق می خورند به جرم زن بودن. کنار دوستانم هستم که روحشان مرد در هجوم توحش طالبان. کنار تمام انسانهایی که فقط زندگی را می خواستند در هر کجای این خاورمیانه تلسپ شده، اما نفسهایشان با مظلومیت و غربت برای همیشه خاموش شد. او در ادامه هم با انتشار متن مشترکی به همراه همسرش نویده محمدزاده نوشته بودند: به اندازه آن مردم اصیل ایرانی از بابت پرپر شدن ژینای عزیزمان خشمگینم و از اینکه خواهرانم در این ضوابط و قوانین ناکافی مظلومانه و غریب مورد بی احترامی و ضرب و شتم قرار گرفته اند قلبم به درد آمده است. از این رو خود را همراه و همدرد مردم نجیب وطنم می دانم و از هرچه سکوت و بی تفاوتی است اظهار شرم می کنم. این رفتار خشونت بار با زنان کشورم که بارها مشابه چنین فجایعی را رقم زده مورد تاییدم نیست و می خواهم با عشق و احترام همدلی خودم را با خانواده گرامی مهسا امینی اعلام داشته و همچنین از مردم عزیزم بخواهم مرا در این اعتراض علیه رفتاری که با ژینا و زنان کشورم شده است همدرد و همراه خیش بدانند. باشد که دیگر شاهد چنین ضایعه‌ای نباشیم. فرشته حسینی و نوید محمدزاده بعد از سکوت طولانی در پی خیزش سراسری مردم در کشور و البته انتقادهای زیادی که از این دو بازیگر و بازیگران دیگر شده بود با انتشار این متن نوشته بودند: راجع به اتفاقهایی که تو این مدت برای خودم، همسرم، خانوادمون افتاده، به حرمت خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن چیزی نگفتم، وگرنه تکلیف از ابتدا روشن بوده. مسیر یه طرف است، طرف مردم، جایی که بهش تعلق دارم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.